سلام، شما بیننده پرونده مستند هستید. این برنامه در محل استودیوی پلیس آگاهی تهران بزرگ تهیه شده. من علیرضا شریفی یزدی هستم، روانشناس اجتماعی. شما رو دعوت میکنم به دیدن و بررسی پرونده سرقت مسلحانه از طلافروشی. با ما همراه باشید. در تیر ماه سال جاری تعداد 4 نفر سارق مسلح به طلافروشی در غرب تهران حمله ور شدند و قصد سرقت طلافروشی را داشتند که مالک طلافروشی با استفاده از تجهیزاتی که در اختیار داشتند آژیر خطر را به صدا درآوردند. متهم ها قبل از اینکه سرقتی را انجام بدن از محل متواری شدند. بلافاصله همکارانم در کمترین زمان ممکن به محل وقوع جرم مراجعه کردند. در بررسی مسیرهای ورود و خروج و فرار سارقین در کمتر از 24 ساعت سارقین را شناسایی کردند. در حین تحقیقات متوجه شدند که این افراد قصد سرقت مسلحانه طلافروشی در شهرستان قم را دارند که قبل از اینکه سرقتی انجام بشه با هماهنگی‌های قضایی و انتظامی این نفرات دستگیر شدند و الان هم با صدور بازداشت موقت جهت تکمیل تحقیقات در اختیار اداره یکم پلیس آگاهی هستند. اسمتو بگو. محمد. چند سالته؟ 21. تحصیلات چیه؟ دیپلم. مجردی متعهدی؟ مجرد. شغلت چیه؟ آرایشگر. اعتیاد داری؟ نه. صاحب کیفری چی؟ اصلا. چند تا خواهر و برادر داری؟ 4 تا این کلن. 2 تا خواهر 2 تا برادر. شما فرزند چندمی؟ آخر. پدر و مادر با هم زندگی میکنن؟ بله. الان به اتهام سرقت مسلحانه از طلافروشی دستگیر شدی؟ بله. توضیح بده چند نفر بودید؟ نقش شما چی بود؟ چطور شد که تصمیم گرفتید سرقت مسلحانه انجام بدید؟ 4 نفر بودیم. یکیمون راننده بود. 3 نفر وارد طلافروشی شدیم. من با یه خانوم رفتم تو. پشت سرم دوستم اومد. اومدیم به طلافروشه، گفتم که دستاتو بذار زمین، بخواب رو زمین. و رفت سمت شاسی همون پخش کنه، اونو زد، گاز کل مغازه رو گرفت، ما هم در اومدیم بیرون. گفتی چند نفر بودید برای سرقت مسلحانه؟ 4 نفر. 4 نفر؟ بله. چند نفر زن، چند نفر مرد؟ 1 نفر زن، 3 نفر مرد. 1 نفر خانوم؟ بله، 3 نفر آقا. 3 نفر هم آقا؟ بله. خب، تصمیم گیری برای سرقت مسلحانه و هدایت جمع به عهده کی بود؟ به عهده کسی نبود، کلا 4 تا مون تصمیم گرفتیم چون 4 تا مون مشکل داشتیم. مشکلتون چی بود؟ مالی. مشکل مالی؟ بله. تو سن 21 سالگی مشکل مالی؟ خرج خانواده رو میدم. پدرم از کار افتاده است. پدرت از کار افتاده است؟ بله. قرار شده بود خرج خانواده رو از چه راهی بدی؟ من تا الان من از سن 14 سالگی 13 سالگی کار کردم، تا الان راه حلال در آوردمش. حالا کارگری بوده، نمیدونم. هر جا سوال منو جواب ندادی. قرار جا. شده بود که خرج خانواده رو از چه راهی در بری؟ من راه آرایشگری در می آوردم، ولی این دفعه تصمیم اشتباه بود. خب یه دفعه از سرقت مسلحانه در آوردی؟ گفتم که بچگی کردیم، اشتباه کردیم، اونم از زور فشار مالی بود. اگه نه دوست ندارم، نه خودم نه خانواده‌ام نون حلال بخورم. با همدستت که نشستید برای این کار، قرار شده بود که شما چه کاری انجام بدی؟ همدستا چی کار بکنن؟ قرار بود بریم بیایم تهران و حالا یا طلافروشی، موبایل فروشی، چیزی
محل زندگی شهرهای جنوبی ایرانه یا اینکه؟ نه، غربه. خب تهران از کجا میشناختید؟ تهران چند بار اومده بودیم واسه کارا دانشگاه و اینا. دنبال دانشگاه؟ بله. دانشجو بودی؟ اون موقع که دیپلم گرفته بودم قصد ادامه تحصیل داشتم دیگه، چون مسئولیت ها زیاد شد تو گردنم نتونستم، مجبور شدم درسم بذارم کنار فقط دیپلم رو بگیرم. خب زمانی که تصمیم گرفتید که سرقت مسلحانه رو انجام بدید، درست، نقشی که قرار بود شما انجام بدید، شما قرار بود طلا رو جمع کنید؟ نه نه نه، من قرار بود شما تو اون سرقت چیکار بکنید؟ من قرار بود برم داخل طلا فروشه رو بهش بگم که بشین دست دو بزار رو سرت، هوا داشته باشم که کاری نکنم. خب نفر بعدی؟ نفر بعدی قرار بود که بره تو با ساک طلا رو جمع کنه. تو فیلمی که از شما هست، شما نفر اول وارد مغازه میشی. من و اون خانوم با هم وارد مغازه میشیم. شما اول وارد میشی، بعد از اون خانم پشت سر شما میاد داخل مغازه. بله. سلاحی که با خودت آوردی سلاح واقعی بود؟ نه نه، واقعی نبود. سلاح از کجا تهیه کردی؟ از مغازه فروشی. اون خانمی که اونجا اومده بود، اون قرار بود چه کاری انجام بده؟ اون وایساده بود که در رو بگیره، در ریموتی بود بسته نشه. اونم بس نقشش این بود که در رو بگیره نشه. آره بسته نشه. یه شخصی هم اومد باست پشپند شما. آره دیگه، اون ساک دستش بود. خب اونم قرار بود تله ها رو جمع کنه. تله ها رو جمع. خب بیرون کسی که منتظر شما بود؟ بله. پس راننده هم داشتید؟ بله. قرار شد بعد از سرقت به چه صورت تقسیم بشه این اموالی که به دست اومده بود؟ تصمیم خاصی راجبش نگرفته بودیم، قرار بود بود. اسمتو بگو. سمانه. چند سالت؟ 21 سال. تحصیلات چیه؟ من دیپلم هم دارم، لیسانس که. مجردی متعدی؟ مجرد. شغل چیه؟ املاک کار میکنم. اعتیاد داری؟ نه. سابقه کیفری چی؟ نه. به تام سرقت مسلحانه تلا فروشی دستگیر شدی؟ بله. توضیح بده شما تو این سرقت چه نقشی داشتید؟ منو به هم گفتن چون خانومم خب در رو باز کنم و هر چهارتامون هم با هم دوست بودیم، آشنا بودیم، قرار شد من فقط در رو باز کنم. هم یعنی شما اول وارد شدید؟ من اول وارد شدم. اول وارد شدید، در طرف شد نگه داشتید تا بعدی ها وارد بشن؟ نگه نداشتم، بعد من حتی تو فیلم هم معلومه من خوردم به یکیشون. من وارد شدم، بعد من اونا اومدن. چی شد که شما به اینا ملحق شدید و سرقت رو انجام دادید؟ من ملحق شدم به خاطر فشار مالی. به خاطر فشار مالی؟ فشار مالی نه ها، وسوسه کننده شده بود برام. قرار شده بود چیکار کنید تو این سرقت؟ قرار شده بود طلا بیارن. خب بعد من قرار هست رویا پردازی میکنی که قراره یه خود پولدار بشی یا مثلا تو رویاهای ماش نمیدونم شما هستین یا نه، ولی ما اینجوری رویا پردازی میکردیم. گفتی که یه شب پولدار میشیم. آفرین. خب و اصلا به بعدش یک شب پولدار شدی یا نشدیم؟ نشد. خب تصمیم گرفتی که سرقت مسلحانه انجام بدی. قرار شده بود اولش من نمیدونستم مسلحانه. قرار شده بود که سلاح رو از کجا تهیه کنید؟ من اصلا اینا رو نمیدونم چون به من نگفتید. خب تو یک هفته ای که با هم داشتید مشورت میکردید که سرقت کنید، اسمی از سلاح نبود تو این یک هفته. اسمی از سلاح نبود، اما اسمی از سرقت که بود. میدونستی که میخوایی بری سرقت؟ آره میدونست. ببین آدم وقتی یه جوونه جوونه دیگر رو میبینه دوست داره مثل اونه باشه، ولی وقتی مثل اونه نمیشه حسرتش رو میخوره. حالا اگر مثل اونه نشدی باید سرقت کنیم؟ نه، من دیگه هیچ وقتی کار رو نمی کنم. وقتی وارد مغازه شخص شدید که میخواستید ازش سرقت کنید، احساس نکردی که با اسلحه چهار نفری یا سه نفری بخواید یه نفر رو دوره کنید، اموالش ازش بگیری، سکته کنه، بمیره؟ چرا؟ خب بس چرا این کارو کردی؟ چون من خودم تفشه قلب گرفتم بعدش، چون اصلا از این چیزا ندیدم، اصلا ندیدم، حتی تو شهر خودمونم ندیدم، جایی که هست همیشه دوری میکنم. من خودم بعدش تفشه قلب گرفتم. خب سرقتم انجام نشد. نشد. چرا؟ توضیح بده. نشد چون طرف که آجیلش رو زد. خب بس بعد ما در اومدیم با گازی که تونست تو محوطه پخش کنه، شما ناچار به فرار شدی. آره ناچار به فرار شدی. زمانی که بخواستی سرقت بکنید
احتمال میدادید چنین پیشبینی توی مغازه شده باشه؟ آره. یه چی بهتون بگم، موقعی که خواستم برم گفتم خدایا اگه خدا نشه. میدونی چرا؟ چون من تا سن 21 سالگی هیچ وقت این کار رو نکردم، هیچ وقت، هیچ وقت نخواستم. ولی دیدی یه هایی چی میزنه تو سرت، خود واقعیت نیستی، خود سمانه نیستی، دیدی اونجوری میشی. خب یعنی خود واقعیت نبودی؟ انگار خود واقعیم نم، انگار یه چی رفته بود تو جلدم. معنی که به مردم کمک نمیذاشتم. اگه 1000 تومن از سمت کسی میومد سمتم، 100 هزار تومن باید میرفت سمت تا شب آروم سرم بذارم رو بالش. خب به قول خودت زمانی که وجدان بیدار داشتی پس چطور یه دفعه تصمیم گرفتی سرقت مسلحانه انجام بدی؟ اشتباه جنم، بچه ای ما سنی ندارم، بچه هم. از خانواده کسی میدونستن قرار بیه سرقت کنی؟ نه. زمانی که 4 نفری به سمت تهران حرکت کردید از قبل اون تلافوشی رو انتخاب کرده بودید؟ نه. خب چطور رفتید سر وقتش؟ رسیدیم تهران، اول پیاده شدن رفتن چند جوری گشتن دیدن نه نمیشه و نه، بعد رفتن همون جایی که بودیم، اسم خیابونش هم نمیدونم، همون جایی که بودیم من به عنوانی که در رو باز کنم چون یه خانومم در رو باز کرد. 2 نفر بعد من همدستم که اصله دستش بود بعد من اومد، اون که قدش کوتاه بود بعد اون اومد تو، و وقتی که وارد شدیم اون گازو زدن دیگه همه اون در اومدیم با همه ماشینی که مال همکارم بود راه افتادیم اومدیم. بعد از اینکه سرقت ناتمام موند و فرار کردید انتظار دستگیری داشتین یا نداشتین؟ داشتیم. من کل این چند وقتی که تو خونمون بودم شبو کابوس میدیدم، چون نکرده بودم جناب، نکرده بودم، واقعا نکرده بودم. چرا فکر این نکردی که پلیس دستگیرت میکنه؟ فکر این نکرده بودم. خب اگه فکر میکردی که دستگیر میشی برای چی اومدی سرقت؟ قبلش چی فکر نمیکرد؟ قبلش به چی فکر میکردی که فقط؟ قبلش به رویا پردازی خودم فکر میکردم. رویا پردازی چی بود؟ به چی فکر میکردی؟ میخواستی به کجا برسی؟ رویا پردازی میبود مستقل باشم، رویا پردازی میبود کاری برای خودم انجام بدم، نخواد کسی بهم بگه فلان کار کن، بیسار کار کن. الان مستقل شدی؟ نه. الان از زندان برگردی میخواد چیکار کنی؟ میرم پیش پاپا مامانم، فقط دست و پاشونو بوسم. سمان خانم اولین باری که دوست گرفتین کی بود؟ چند ساله بودین؟ 16 ساله. برامون توضیح میدین که چه اتفاقی افتاد؟ اون وقتی اومد تو زندگیم حسی کم بودایی داری، من خواستم خلاهمو با اون پر کنم، خیلی مهربون بودا، یعنی شاید بگم اندازه بابام محبت میکرد. من گفت هر چی میخوای بگو برای بخرم، گفتم نه مگه من گدام تو میخواد چیزی برام بخری؟ من دوست ندارم وقتی که خودم نمیرم سر کار هیچ کس حق نداره بهم بگه پول میخوای یا نه. سمان خان دوره کودکی رابطت با بابا چطور بوده؟ خب نه اون پایی من نمیبود. رابطه شما با مادرتون چون؟ مامانم خیلی خوبه، من مامانم بعد خدا میفرستم. مامانم کسی بود که به خاطر من جلو بابام بایست داد، الان خودش میدونه. او شب بهم گفت بابات برگشتم، گفتم اما بسی دختر عزیزه بقیم میترسم و این مامانم از هم رو برگردونه، از خیلی میترسم چون من تنها امیدم مامانمه. من به خاطر مامانم میام خونه از سر کار، چون وقتی از سر کار میام به میگه خسته نباشی برو غذا تو بیار داغ کن بخور. گفتین که رابطتون با پدرتون خوب نبوده. بله. این چقدر تأثیر داشت در این که شما گرایش پیدا کردین به سمت دوستتون؟ به سمت محبت. بابا من یه بار بهم نگفت عزیزم، یه بار نگفت. من حتی تولدم هم انقدر به روش می آوردم خودش بهم کارت و تولدم اومد. رابطه شما با خواهر برادراتون چطور بود؟
آبجیم خیلی خوب. آبجیم این بعد مامانم آبجیم. سمان خانم با هم دستاتون کجا آشنا شدیم؟ داخل کافه. وقتی از سر کار نیومدم قهوه میخوردم میرفتم خونه. چی شد که فهمیدین که اینا تو کار خلافن؟ تو کار خلاف اینا نبود. نبودن؟ نبود. اولین بار کی به شما پیشنهاد داد که بیا بریم سرقت؟ هم دست. یعنی ایشون به شما پیشنهاد داد؟ میتونی بهم بگی که چرا شما پذیرفتی؟ وسوسه شد. به خاطر پول؟ آره. گفتم از خانوادم، از بابام، دست مامانم رو میگیرم جدا زندگی میکنم. یعنی قصدت این بود که به یه استقلال مالی برسی، مادرت و دست بابات نجات بدی؟ خانوادتون خبر نداشتن که شما دارین کجا میرین، چه کار میکنین، با کی میرین؟ بهشون گفتم دارم خودم میرم دنبال مدرکم. تنها؟ پذیرفتن؟ پذیرفتن. اولین بار بود که تنها سفر میکردین؟ بله. سمان خانم اگه بابات اینجا بود الان چی میخواستی بهش بگی؟ بهش بودم هیچ موقع حلالت نکن. چرا؟ چون نذاشت من تو رفاهی باشم، یه نیاز به هیچ کس نداشته باشم. چون من از 17 سالگی بهم اجازه داد کار کنم. سمان خانم شما از 17 سالگی کار میکردی، پولاتو چی کار میکردی؟ وام مینوشتم، وام که به اسمم درمیومد برای خودم گوشی خریدم. مثلا تولد مامانم میشد نمیتونستم دست خالی برم خونه، مثلا مامانم کادو میخرید. دخترم واقعا خانواده شما نیازمند بودن که شما قرار بود بری تو 17 سالگی کار کنی؟ پول نمیدادن. خب یعنی پول داشت و نمیداد؟ بابام داشت و نمیداد. من پول نمیداد. منم چجوری وقتی که دلم میخواست این جوانای دیگه باشم باید زندگی میکردم؟ چقدر این مسئله باعث شد که شما گرایش پیدا کنی به سمت دوست؟ چقدر این مسئله؟ خب ببین محیط کار وقتی که میری بعدش دوست داری یه دوستی داشته باشی پیشش حداقل گریه کنی. میدونی من بابام پیشش گریه میکردم میذاش میرفت. سمان خانم شما برای اولین سرقت یه کار خیلی بزرگی رو انجام دادی و این نیاز به یه جسارت خیلی سنگین داره. چی شد که افتادی تو این کار؟ چون میدونی بهم چی گفتن؟ بهم برگشتن گفتن هیچی نمیشه، هیچی نمیشه، بعد تو تا آخر عمرت هم دیگه تمرینی. آدم دیگه وسوسه میشه دیگه. خیلی فکر کردم قبلی که بیام، 3 روز من به این ماجرا فکر کردم. گفتم خب بیچاره بگیرنه اینجوری میشه آبروت میره. دیدم گفتن نه، ما خودمون هوا تو داریم، ما نمیذاریم. امید دادن به دیدی امید بی جا بهت میدن که حالت خوب کنن، حالتو خودت تصور میکنی ماشین زیر پاته، بهترین گوشی زیر پاته، خونه مستقل داری. یه امید بهم دادن. اینجوری شد. من نمیخواست. چی شد تصمیم گرفتید از محل زندگیتون به سمت تهران بیایید سرقت مسلحانه رو انجام بدید؟ چون اکثرا ما رو تو کل شهر میشناسن. خب تو شهر خودمون، شهرهای دیگه هم زیاد نرفته بودیم. تنها جایی که میدونستیم بزرگ یا مثلا چیز اومده بودیم چند بار تهران بود. برای هم گفتید یه شهر بزرگه میریم سرقت میکنیم، کی به کیه؟ کسی هم که ما رو دستگیر نمیکنه. میدونستیم چون پایتخته امنیتش خیلی بالاست. من تو میگم از رو بچگی و اینا اصلا فکرمون به اینجا نرسیده بود. زمانی که میخواستید وارد مغازه بشید سلاح کشیدید، فکر نکردید اون صاحب مغازه از ترس سکته بکنه؟ همون لحظه ای فکر واقعا به ذهنمون نرسید، چون مغزمون پر بود مشکلاتی که داشتیم و ناراحتی هایی که داشتیم. هر کس مشکلاتت چی بود؟ مشکلات همین بود که مریض داشتم تو خونه، تو بیمارستان مریض داشتم، خانواده خودم. خب بیمارستان های دولتی که همشون مددکاری دارن، همشون به بیمارایی که نمیدونم به ما گفته بودن تو هرجن کمک مالی میکنن. به ما گفته بودن که چون اولش بود بستری شده بود، به ما گفته بودن که سی تی اس یعنی خرج داره، نمیدونم چی داره. بعد تصمیم گرفتی سرقت کنی؟ بله.
الان دست به سرقتی زدی که خودت هم باید زندانی بشی، مجازات بشی. متاسفم. الان فکر کن کمک کردی به خانواده یا نه؟ نه، بعدتر کردم. میخواستی کمک بکنی؟ دقیقا. یهو این کار کمک بود؟ وقتی به شهر خودتون رسیدید فکرتون چی بود؟ که پلیس دنبالتون میاد یا نمیاد؟ گفتیم چون کاری نکردیم احتمالش کمه، فقط شاید دوربینا گرفتن گوشنمون، شاید در او پکا پیدا میکنن، یا شاید شکایت نکنه از همون چون کاری نکردیم. احساس میکنی پلیس هم باید کاری نداره؟ گفتم شاید مثلا کاری نکردیم، چیزی نموردیم ازش، یا خودشو کاری نکردیم از همون شکایت نکنه. این شرایطی که برای خود ایجاد کردی الان به نظرت گره کارتو باز کرد یا نه؟ اصلا گره کورش کرد. خب چرا قبلش به این فکر نکردی که؟ میگم انقدر فشار رو مخم مغزم زیاد بود که اصلا فکر الان اگه داشتم من هیچ وقت کارو نمیکردم. یعنی با خراب کردن زندگی مردم میخواستی برای خود زندگی درست کنی؟ میگم رو خریت و بچگی بود فقط، وگرنه من خودم از بچگی تا حالا سر سفره حلال بزرگ شدم. آقا محمد، شما گفتین که از 13-14 سالگی کار میکردین، چرا؟ اولا دوست داشتم یه آدم مستقل باشم، خرج حالا تحصیلم هرچی. دوست نداشتم گردن بابام بندازم، چون اونم زیاد وضع مالیش خوب نبود. دوست نداشتم یه مسئولیت اضافه بشم سر مسئولیت بابام. یکی که واقعا وضعمون کلن خوب نبود. دیگه از 13-14 سالگی خودم تو بیرون کار کردم، این شهر رو شهر روپا خودم وایسادم تا الان. آقا محمد، روابط پدر و مادرتون با هم چطور بود؟ روابط پدر و مادرم مشکل داشتن با هم. بالاخره تو دادگاه و بروبر طلاق و چه میدونم مشکلات خانوادگی و اینا بوده. توی جور چیزا من بزرگ شدم. اما موقع به بعدم سعی کردم که مستقل باشم، فشار رویش تو خونه کمتر باشه بود. بتونم خودم رو با کار کردن سرگرم کنم، درس خوندن سرگرم کنم که توجه نکنم به مشکلات. این رابطه نامناسب پدر و مادر با هم دیگه چه تأثیری رو شما گذاشته؟ انقدر تو بحث و دعوا و اینا بزرگ شدم که یه آدم بی‌حوصله و عصبی شدم. خوب نیست واقعا. یعنی واقعا به غیر از خودشون بیشتر تأثیرش رو بچه هاشونه، مخصوصا بچه هایی که باشون زندگی میکنن، نه بچه هایی که مستقلن متأهلن. اگه پدر و مادرت اینجا بودن دوست داشتی چی بهشون بگی؟ اگه اول ما هم خوب بودن الان وضع ما اینه بود. آیا یکی از انگیزه هایی که رفتیم به سمت سرقت این نبود که یه شبه میخواستیم ره 100 ساله رو بریم؟ نه، من آدم صبوریم تو زندگیم، دوست دارم با تلاش خودم چیزی رو که میخوام به دست بیارم. با سرقت؟ نه، با تلاش و کار کردن خودم چیزهایی که دوست دارم به دست بیارم. ولی اون مدت فشار روانیم خیلی بالا بود، مغزم کلن جوری بهم دستور نمیداد که چی درسته چی غلطه و من این کار اشتباه رو کردم. برای بیننده ها چه توصیه‌ای داری؟ برای بیننده ها توصیه میکنم که اگه فقط میتونن شام شبشون رو بکنن، به غیر از او هیچ خرجی نکنن، حتی اگه اونم نکنن، چون بالاخره خدا میرسونه، دنبال کار خلاف نرن. نون حلال شاید کمتر باشه ولی لذتش و برکتش خیلی بیشتر. ای کار هست شب سرت راحت میذاری رو بالش. دوست داشتی وقتی که پولی جمع میکنی کاری انجام میدی مال تو کسی ازت بگیره؟ این موضوع آزارت میداد یا نه همیشه؟ چه؟ خب بس چطور تصمیم گرفتی مال مردم از چنگش در بیاری؟ چون یک بار مالمون از جنگمون در آوردن. میخواستی انتقام بگیری از مردم؟ نه، نمیخواستم انتقام بگیرم. هیچ وقت من این کارا رو نمیکنم. هیچ وقت من از این کارا نمیکردم. 21 سالمه دیگه. خب الان جواب خانواده چی میخوای بدی؟ نمیدونم. الان به کسایی که مثل خودتان فکر سرقت، رویا پردازی بیخودی تو سرشونه چه توصیه‌ای میکنی؟ رویاهاتون رو خودتون کار کنید، برآوردش کنید. اینجوری خیلی قشنگ‌تره. ببین یه چیز کوچیک برای خودت می‌خری میگه خودم خریدمش، ولی یه چیز کوچیک که به دست میاری باد آورده رو همیشه باد می‌برش.
شیوه و تعامل رفتار والدین با فرزندان تأثیر بسیار مستقیمی داره بر شکلگیری شخصیت اونها و همینطور توانمندی فرزندان در آینده. اگر بخواهیم فرزندانی سالم رو تربیت بکنیم، حتما باید ارتباطمون رو با اونها در یک شکل مناسبی انجام بدیم. تأثیرگذاری والدین بر فرزندان الزاماً مستقیم نیست. گاهی رفتار غلط والدین با یکدیگر یا با سایر اعضای خانواده هم میتونه تأثیرگذاری منفی سنگینی بر روح و روان و فکر و اندیشه کودک ما داشته باشه. در این میان پدران نقش بسیار مهمی رو دارند برای تربیت فرزندانشون، مخصوصاً فرزندان دختر. مقطع‌هایی از سن دختران اهمیت بسیار زیادی داره ارتباط بین اونها و همچنین والدین به ویژه پدرانشون. دوره نوجوانی یکی از این دوره‌های مهمی است که پدران باید دقت کنند با عنوان والد غیر همجنس تأثیرگذاری بسیار زیادی دارند. شکلگیری هویت جنسی فرزندان ما به طور مستقیم ارتباط پیدا میکنه با نحوه و شیوه برخورد و تعامل پدر با دختر. بسیاری از دخترانی که در سنین بالاتر گرایش زیادی به جنس مخالف پیدا میکنند و یا اینکه برعکس دچار بیزاری و دوری از جنس مخالف میشن، دلیل اصلی اون رو باید در نحوه ارتباط اونها با پدرشون در دوره کودکی و در دوره نوجوانی پیدا کرد. فرزند دختر از حوالی 3 سالگی تا 5 سالگی دچار عقده الکترا میشه. به این معنی که گرایش زیادی به پدر پیدا میکنه و مادر رو رقیب خودش میدونه. در این تعامل و ارتباط آرام آرام فرزند هویت جنسی شکل میگیره و در دوره نوجوانی این هویت تکمیل میشه. پدران باید به یاد داشته باشند چه در سن 3 تا 5 و 6 سالگی و همینطور در دوره نوجوانی با عنوان والد غالب فرزند دختر خودشون ارتباط مناسب روانی، عاطفی و محبتی با او داشته باشند. گاهی پیش میاد متاسفانه برخی از پدران در این زمینه افراط میکنند. به یاد داشته باشیم که بعد از اینکه فرزند ما دوره 3، 4، 5 و 6 سالگیش رو طی میکنه و همچنین در اوان دوره نوجوانی، رابطه فیزیکی پدر با فرزند باید کاهش پیدا بکنه، با محدودیت های این امر انجام بگیره، ولی به هیچ وجه به این معنی نیست که پدران محبت خودشون رو از فرزند دخترشون دریغ بکنن. درست برعکس، در این دوره پدرها باید در دسترس دخترانشون باشند، با اونها تعامل داشته باشند. گفتگو یکی از بهترین راه‌های مناسب است برای برقراری ارتباط عاطفی پدر با دختر و گفتگو هرگز به معنای نصیحت کردن نیست، چون ما می‌دانیم که در دوره نوجوانی معمولاً دختران از نصیحت فرار می‌کنند و نصیحت گریز هستند. اما به جای اون مقوله درک شدن توسط والد غیر همجنس بسیار کمک می‌کنه به سلامت روان کودکان ما و در سال‌های آینده امکان انحراف اخلاقی رو از اونها می‌گیره. از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.